از آن نشریه نشنال اینترست به قدرت و توانمندی یگانهای پهبادی. نشنال اینترست گزارش داد هواپیماهای بدون سرنشین رزمی ایران این توانایی را دارند تا با انواع تسلیحات با اهداف مختلف درگیر شوند و حتی قادرند مأموریت‌های شناسایی انجام دهند. با توجه به اینکه بودجه نظامی سالیانه ایران به طور معمول بین 15 تا 20 میلیارد دلار متغیر است، ایران از بسیاری از کشورهایی که 2 یا 3 برابر بیشتر برای امور دفاعی هزینه می‌کنند، همچون آلمان، انگلیس و روسیه، هواپیماهای بدون سرنشین مسلح بیشتری را تولید کرده است. درست است که پهپادهای ایرانی به اندازه پهپادهای آمریکایی و متحدان آن دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند، اما به راستی آنها ابزاری غیرقابل انکار و مطمئن برای نمایش قدرت نظامی ایران محسوب می‌شود. ایران یک نوع پهپاد رهگیر به نام کرار مجهز به موشک‌های هوا به هوای کوتاه برد، از جمله نمونه داخلی موشک ساید وایندر آمریکا به نام آذرخش را برای انهدام یک هدف هوایی آزمایش کرده است. کرار یکی از پهپادهای ایرانی خانواده پهپادهای انتحاری با موتور توربوجت است و 3 متر طول دارد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.